اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کانال پیوند میدیا خوش آمدید امیدوارم جور و صحت مند باشید دوستان نهایت عزیز با یک ویدیوی جدید در خدمتتان اگر واقعا مشکل دارید و دوچار تکالیف و پریشانی هستید و میخواهید از آن نجات یابید پس این ویدیو برای شماست لطفا ویدیو را کامل تماشا کنید تا درست بفهمید بعد اختیار دارید انجام میدهید یا خیر موفق اعمال اسلامی قرآنی مجرب و صحیح که بارها تجربه شده را به شما می رسنیم. بقیه کار شماست دوستان عزیز یکی از خواهران از کشور انگلند تماس گرفت و از زندگی خود نهایت شکایت داشت نظر به گفته وی از آسمان به زمین افتاد چون تمام مال و دارایی و زمین و زیوراتی که داشت همه را بفروخت تا بتواند خود و فامیل خود را به کشور انگلستان برساند ولی متاسفانه بعد از این که به کشور انگلستان رسید روز به روز همه چیز خراب می شد زندگی کاملا بی‌رونق شده بود که فقط مشکل بود و مشکل هر قدر سعی و تلاش داشتن هیچ کاری نمی شد همه مال و منال هم از دست رفت حال جایی کار هم پیدا برایش نمی شود در حالت گریه و التماس با ما تماس گرفت ما این عمل را برایش پیشنهاد کردیم یک هفته نگذشت که یک جا کار عالی پیدا کرد که ماشی خوب داشت هنوز هفته دوم هم, هم تمام نشده بود که آفر دوم برایش رسید و وظیفه بهتر از اون برایش پیشنهاد شد و آهسته آهسته مشکلات زندگیش به زودی انشاءالله تمام خواهد شد عزیزانم شما هر مشکلی که دارید بخصوص مشکلات اقتصادی یا اینکه از بیکاری رنج میبرید میخواید که کاری خوب پیدا کنید تا مشکلات اقتصادی خانواده تان را رفع کنید اگر در خانه همیشه جنگ و نزاع است میخواید که از مشکلات خانوادگی بیغم شوید این عمل را هم انجام بدهید و اگر از بیماری رنج میبرید هم انجام بدهید بخصوص به خصوص برای دریافت وظایف و کار این یکی از بهترین عمل است ولی شما به هر چیز که نیت کنید از اون استفاده کرده می توانید براوش عمل خوب دقت کنید نهایت آسان است شرط اول و اساسی پابندی به نماز است به هیچ صورت نماز را نباید ترک کنید ابتدا نیت کنید و روزانه هزار مرتبه سوره اخلاص یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد در شروع عمل یک بار حتما اعوذ بالله و بسم الله بگوید بعدیان اگر با هر بار خواندن قل هو الله احد بسم الله بگوید بسیار عالی و خوب است ولی اگر نمی توانید یک بار حتما در شروع خواندن اعوذ بالله و بسم الله بگوید هم کفایت می کند دیگر هیچ چاتی ندارد شما می توانید در هر حال بخوانید در حال استاده در حالت نشسته در حالت راه رفتن در حالت راندن موتر و غیره در هر حال فقط کافی است که یک هزار بار سوره اخلاص را روزانه بخوانید سوره اخلاص را هر کس یاد دارد در شروع و در آخر سوره یازده بار سلوات ابراهیمی را فراموش نکنید چون هیچ عملی بدون سلوات قابل قبول به درگاه خدا نیست دوباره گوش کنید یعنی نیت کرده یازده بار سلوات ابراهیمی در اول بعد اعوذ بالله و بسم الله و بعد هزار بار سوره اخلاص بعد در آخر هم یازده بار صلوات ابراهیمی اگر شما از هزار بار زیادتر بخوانید سوره اخلاص را یعنی هو الله را بهتر و خوبتر است ولی نباید از هزار مرتبه کم باشد به هیچ صورت نباید کم باشد شما یک هفته این عمل را تجربه کنید کسانی که میگویند خیلی اعمال انجام دادیم ایم دعای ما قبول یک بار این عمل را هم انجام بدهید تجربه کنید البته پابندی نماز حتمی و لازمی است در غیر آن عمل به شما کار نمیدهد اگر نماز نخونید امیدوارم ویدیو خوشتان آمده باشد تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار